برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران و بیانیه‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی صادر شده همراه هستیم با دو مهمان، محمد مقیمی وکیل و حقوقدان در بریتانیا و شعله زمینی فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش. خانم زمینی عزیز، با شما شروع کنیم بحث و به تبع افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران ما شاهد افزایش اعدام‌های سیاسی هم هستیم. دو نمونه اخیرش صدور احکام اعدام هست برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی که درخواست های بین المللی زیادی مطرح شده برای لغو احکام اعدامشون. برای ما بگید از تأثیر این بیانیه ها و درخواست های بین المللی. سلام میگم خدمت شما و بینندگان عزیز. در هر صورت ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اعدام هایی که داره انجام میده و چنین حکم هایی که داره میده تمام تعهدات خودش رو از منظر حقوق بین الملل داره نقض میکنه و مسلمه که تمام کسانی که در حقیقت اعدام دغدغه کلیشون هست، از دبیر کل سازمان ملل متحد گرفته تا تک تک جامعه مدنی جهانی و همینطور جامعه مدنی ایرانی، همه به دنبال این هستن که اعدام‌های به این شدت، به این گستردگی رو جلوش رو بگیرن. در حقیقت جمهوری اسلامی از بعد از جنبش زن زندگی آزادی به شدت شروع کرده تعداد اعدام‌ها رو بالا بردن و همینطور به دلایلی که اصلا جزء مهمترین در حقیقت جنایات محسوب نمیشن، یعنی اون چیزی که به شکل خیلی خاص جامعه بین المللی و مثلا کمیته حقوق بشر در همین بررسی اخیرش در مورد ایران صحبت میکرد این بودش که جمهوری اسلامی اجازه نداره برای بسیاری از مواردی که الان حکم اعدام هست و اعدام میکنه، من جمله استفاده از حق آزادی تجمعات، حق تشکلها و غیره، اجازه نداره اصلا به خاطر اونها حکم اعدام بده و این در حقیقت نقض هم قوانین بین مللی هم تعهدات خود جمهوری اسلامی است. توجه جامعه جهانی به تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار زیاده، کما اینکه اولین بیانیه مطبوعاتی که خانم مایساتو گزارشگر جدید مربوط به امور حقوق بشر در ایران در حقیقت داد در رابطه با همین مسائل اعدام بود و آخرین اعدام سیاسی که در ایران انجام شده. آقای مقیمی، درباره همین بیانیه‌ای که مایساتو گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل برای ایران صادر کرد به همراه چند کارشناس دیگر حقوق بشر یا سازمان ملل، به یک موردی اشاره کرد و اون این بود که روند دادرسی افراد محکوم به اعدام در ایران با توجه به غیر قابل برگشت بودن این مجازات در بسیاری از موارد ناعادلانه طی میشه. حالا عفو بین‌الملل هم گفته روند دادرسی شریفه محمدی به شدت ناعادلانه بوده. درباره موارد نقض قانون و استانداردهای بین المللی برامون بگین در این روندهای دادرسی، از جمله برای شریفه محمدی و سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز و مهمان برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی دادگاهی که داره، به ویژه دادگاه انقلاب و مواردی که سیاسی شده، به هیچ عنوان اصول دادرسی عادلانه رو که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که خود جمهوری اسلامی هم بهش پیوسته اومده رعایت نمی‌کنه. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی هم اصول دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته، ولی جمهوری اسلامی به ویژه در دادگاه انقلاب و در مواردی که سیاسی هست این اصول رو رعایت نمی کنه. علنی بودن برگزاری دادگاه به صورت علنی، برخورداری متهم از وکیل انتخابی و اینکه در بعضی موارد هیئت منصفه باید حضور داشته باشه یا اطلاع رسانی ابلاغ صحیح اوراق قضایی که به صورت سری در دادگاه انقلاب صورت می گیره و بسیاری مواردی که جمهوری اسلامی هیچ وقت پایبند بهش نبوده، اینا هم قواعد بین المللی است هم داخلی است. اما می‌بینیم که هیچ وقت جمهوری اسلامی نه تنها پایبند نبوده، بلکه در سال‌های اخیر خیلی هم بدتر شده این وضعیت، بحرانی‌تر شده. و
بله. خانم زمینی، طی دو سال اخیر از زمان آغاز خیزش مهسا ما شاهد افزایش چشمگیر تعداد اعدام ها هستیم، چه صدور این احکام چه اجرای این احکام و همینطور در مورد زندانیان سیاسی. فکر میکنین که چه دلیلی داره؟ در حقیقت جمهوری اسلامی داره از مردم ایران انتقام میگیره و سعی میکنه با سرکوب هرچه شدیدتر و ایجاد ترس بین اونها سعی بکنه که در حقیقت جامعه رو خفه بکنه و اجازه نده که اعتراض ها شکل جمعی به خودش بگیره و بتونه قوی تر و محکم تر بشه. کما اینکه همین الان هم میبینین که علاوه بر خود اعدام هایی که داره انجام میده، خب ببینید همه این اعدام هایی که الان صحبت آقای مقیمی رو هم شنیدیم، تمام این اعدام ها به عنوان یک سیستم قضایی درست باهاش برخورد نمیشه. اینها همه اعدام های فراقانونی و غیرقانونی هستند، برای اینکه تمام روند از دستگیری، از اعترافگیری زیر شکنجه اصلا به هیچ وجه نباید چیز بشه، یا اینکه در دادگاه ها اجازه صحبت داده نمیشه به خود متهمین یا وکلاشون، همطور که در مورد بسیاری از اعدام هایی که الان اتفاق افتاده این مسئله بوده، یا همین الان خب صحبت این که بارها محکوم رو میبرن اعدام مصنوعی انجام میدن تا اینکه در حقیقت روح و روان این فعالین مدنی رو که واقعا جاشون جای دیگری هست در مکان تصمیم گیری، در مکان بهبود حقوق بشر در ایران هستش، که اینها رو خورد کنن، نابود بکنن و دیگه اینها نتونن هیچ وقت سر بلند بکنن. حالا علاوه بر این که فعلا خب بعد از سالها اعدام زنان به دلایل سیاسی توی ایران انجام نشده بود و این بعد از سالها اولین در حقیقت احکامی هستش که در رابطه با اعدام داده شده و ما امیدوار هستیم که این احکام هرچه سریع‌تر شکسته بشه و بیگناهی این اشخاص برای مردم ثابت شده است. سیستم قضایی ایران باید به این مسئله توجه بکنه. آقای مقیمی، پخشان عزیزی محکوم به اعدام شده به اتهام بغی که به معنی قیام مسلحان علیه نظامه. حالا 26 نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه‌شون نوشتن اتهام و حکم اعدام پخشان عزیزی غیر قانونی و بی اساسه. میدونیم که در سالهای اخیر زندانیان سیاسی تحت عناوینی مثل بغی و محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدن. برای ما بگید تحلیل حقوقیتون رو درباره این اتهام ها. ببینید، اینا مفاهیم فقهی است که در 1400 سال پیش مورد استفاده بوده، اما جمهوری اسلامی از این مفاهیم هم داره سوء استفاده میکنه، هم این مفاهیم برای امروز، دنیای مدرن امروز، به جزای امروز کاربرد نداره. اما سوء استفاده جمهوری اسلامی به این شکل است که ببینید مثلا محاربه یک مجازاتی است که جزء حدود الهی است که در قرآن اومده، شرایطی داره، و این جمهوری اسلامی این رو مورد قانون گذاری قرار داده و دامنش رو گسترده کرده. حدود الهی مجازاتی است که مذهبیون بر این باورن که خدا گفته و انسان حق نداره که درش دخل و تصرف کنه، چیزی ازش اضافه بهش اضافه کنه یا ازش کم بکنه، ولی جمهوری اسلامی دست برده تو این موارد و دامنش رو گسترده کرده تا دست قضات دادگاه انقلاب باز باشه. بنابراین به دو علت این صدور این احکام مبنی حقوقی نداره. یکی اینکه این مبانی مالی 1400 سال پیش هست، در دنیای مدرن امروزی و دادگستری مدرن جایگاهی نداره، و دوم اینکه جمهوری اسلامی همین مبانی رو، همین شرع مورد اتکا و ادعای خودش رو زیر پا میذاره و از این مبانی فقهی داره سوء استفاده میکنه برای سرکوب مردم و برای اینکه یه ارعابی ایجاد بکنه که هر نوع انتقاد، اعتراض یا مخالفت رو در نطفه خفه کنه و به این شکل بتونه اندوزی بیشتر به برای خودش ادامه بده.
خانم زمینی، موارد نقض حقوق بشر در ایران به اینها هم ختم نمیشه، بسیار گسترده است. آزار خانواده های دادخواه هم ادامه داره، همونطور که همکارم هم گزارش داد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرده که طی 2 سال گذشته ده ها تن از اعضای خانواده های کشته شده ها یا اعدام شده ها و زندانیان سیاسی بازداشت شدن یا مورد تهدید و آزار قرار گرفتن. هدف جمهوری اسلامی از فشار بر این خانواده ها چیه؟ در حقیقت جمهوری اسلامی کاری که الان داره میکنه این هستش که گروگانگیری میکنه، کاری که سالهاست انجام داده. حالا گروگانگیری های زندانی های دو تابعیتی بوده قبلا، الان از خانواده های کشته شده ها گروگان میگیره، اونا رو بازداشت میکنه. وگرنه دستگیری برادر 15 ساله آقای اسماعیل آبیل چه چیزی داره براشون، یا برادر 16 ساله زانیار ابوبکری؟ یعنی واقعا یک چنین چیزی پسترین شکل سرکوب خانواده هایی که هست، که همین الان هم به اندازه کافی صدمه خوردن. خب جمهوری اسلامی از این میترسه. ما دوشنبه هفته دیگه سالگرد زمانیه که مرگ مهسا امینی به صورت رسمی اعلام شد و از دستگاه های قلب و ریه باز شد. مرگ مغزیش خب در بازداشتگاه اتفاق افتاده بود، ولی صحبت بر این هستش که خب میخوان در سالگرد کشدارها و در سالگرد روزهایی که با این شدت 2 سال پیش به مردم ایران حمله کردن و اونها رو کشتن، نگذارن که مردم دوباره به خیابانها بیان، یا اینکه در مزار کشته شدگان جمع بشن، و یا اینکه دادخواهی اونها رو دوباره مطرح بکنن. اتفاقی که الان داره میفته این هستش که جای جانی و قربانی داره عوض میشه. یعنی اگر که یک نفر کشته شده و کل خانواده از این مسئله صدمه خوردن، علاوه بر این که در حقیقت جمهوری اسلامی جوانهای ما رو، آینده کشور رو کشته و داره میکشه و هنوز داره این کارو ادامه میده، خب میخوان جلوی دادخواهی رو بگیرن، جلوی این که کسانی که حق دارن بگن بچه من رو چرا کشتی، برای چی تو خیابون با گلوله کشتی، برای چی پدر من رو کشتی، مادر من رو کشتی، برادر من، همسر من رو کشتی. این افراد حق دارن شکایت کنن، حق دارن اعتراض بکنن، و واقعا جمهوری اسلامی از این مسئله میترسه. برای همین سعی میکنه دوباره گروگان بگیره که با گروگان های جدید سعی بکنه خانواده ها رو ساکت نگه داره، که خانواده ها دوباره وارد این روند دادخواهی در جامعه ایران، داخل ایران، از طریق قوه قضاییه ایران که نمیتونن بشن، که اونها حتی سعی نکنن که از نظر بین المللی وارد این روند بشن. آقای مقیمی، موارد بسیاری بوده طی سالهای اخیر از بازداشت خانواده‌های دادخواه، حالا خانواده‌های زندانیان سیاسی، همونطوری که گفتم اعدام شده‌های سالهای اخیر، یا افرادی که در اعتراضات سراسری کشته شدن. خیلی هاشون اصلا علت بازداشتشون اعلام نمیشه، اما در مواردی که محکوم میشن بعضی از اعضای این خانواده ها، یک عنوان کلی و تکراری دیده میشه: تبلیغ علیه نظام. چطور اطلاع رسانی درباره کشته شدن فرزندش مثلا میتونه تبلیغ علیه نظام قلمداد بشه؟ تحلیل شما چه است از این بازداشت ها؟ به طور کلی عناوین و اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی برای امنیت ملی، اینا مواد قانونی که برای این تصدیق شده که دست قضات دادگاه انقلاب باز باشه. من در مواردی که تجربه کردم، مثلا آقای سلاوتی میگفت نه، دست من بازه، این قانون، این ماده قانونی جوری تصدیق شده که دست من بازه. اما اینکه این ماده رو، این مواد قانونی رو، این اتهامات رو در مورد خانواده دادخواه مطرح میکنن، این دیگه یک نوع وقاحته. ببینید، مبنای حقوقی برای همه نداره، خیلی مشخصیه. ولی این که دادخواهی که باید جبران خسارت بشه، حقش بهش داده بشه، ازش عذرخواهی بکنیم، در واقع نظام به راه درست در پیش بگیره، خوش اصلاح بکنه، ولی از ضعف این کارو نمیکنه، بیاد این اتهامات هم مطرح کنه، این یه نوع وقاحت میخواد که ما الان میبینیم جمهوری اسلامی داره. و خب
چون متاسفانه قدرتی هم نیست که جلوشو بگیره، داره تکتازی میکنه، نه در داخل و نه در خارج از کشور. من مشخصاً منظورم فقدان دادگاه های بین المللی است، دادگاه های کیفری بین المللی است. نبود این قدرت ها با اسلوبی که جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه سرکوب بکنه. متاسفانه خانم زمینی، شما بارها بودین در نشست هایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شده. برای ما بگید با مجموع این خبرها و وضعیتی که میبینیم از نقض حقوق بشر در ایران، نهادهای بین المللی چه میتونن بکنن؟ در حقیقت خب میدونیم که شورای حقوق بشر دو سازوکار حقوق بشری رو برای ایران به وجود آورده، یکی گزارشگری ویژه حقوق بشر برای ایران و که تمدید شده و خب گزارشگر جدید هم مدت کوتاهی هستش که کارش رو شروع کرده، و دیگری کمیته حقیقت یا به سازمان ملل که مشخصاً به کشتار از ضربه‌ای که به مهسا امینی خورد و کشتن او به بعد رو بررسی حقوقی کرده و اینکه یک گزارش بسیار خوبه، خیلی مفصلی رو در حقیقت کمیته حقیقت یا بالای 500 صفحه مارچ سال گذشته داده و امسال هم گزارش دوم به صورت عمیق‌تر و قوی‌تری ارائه خواهد داد. در هر صورت این چیزی نیستش که جامعه جهانی ازش چشم بپوشه. متاسفانه جمهوری اسلامی سعی میکنه به شکلی در حقیقت این مسائل رو با سفسطه و پیچوندن قضیه شکل وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس بکنه به وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگه، در صورت که هیچ نقض حقوق بشری در هیچ جای دنیا توجیه کننده نقض حقوق بشر جای دیگری نیست. آقای مقیمی، شما کافی میدونین این مواردی رو که خانم زمینی اشاره کردن از اقدامات جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر؟ نظم کنونی جامعه جهانی و به طور خاص حقوق بین الملل و حقوق بشر دارای کاستی هاییست، از جمله نبود یک دادگاه کیفری جامعه بین المللی. ما با این روبرو هستیم، اما نباید فراموش بکنیم اگر این سیستم های گزارشگری نبود یا کمیته حقیقت‌یاب نبود و مواردی از این دست و اطلاع رسانی و افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر، قطعا جمهوری اسلامی با هزینه کمتر و با قدرت و شدت بیشتر دست به سرکوب و کشتار میزد. بنابراین درسته که کافی نیست، اما در این موارد هم من فکر میکنم بی اثر نیست. تشکر میکنم از هر دو مهمان عزیز برنامه، شعله زمینی فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش و محمد مقیمی وکیل و حقوقدان در بریتانیا.